سلام شاگردای عزیز، با امید از اینکه همگی شما صحت و عافیت کامل برخوردار باشین، درس امروز خودم و شما البته پیشکش میکنیم. قبل از اینکه به درس جدید برسیم عزیزا، شما درس روز گذشته را حتما خواندین، کار خانگی مربوطش انجام دادین و درس گذشته را به یاد دارین. درس روز گذشته ما شما زوایای متوافقه بود که ما شما تعریف کردیم، گفتیم که هرگاه دو خط توسط یک قاطع قطع شود، هرگاه زوایای متوافقه مساوی بسازند، این دو خط با هم چی هستند؟ موازی هستند. یا اینطور بگوییم که اگر دو خط موازی توسط یک قاطع قطع شود، زوایای متوافقه مساوی را با هم ایجاد میکنند که این زوایای متوافقه همیشه به طرف یک طرف خط قاطع واقع میباشند، یکیش داخلی میباشد و یکیش خارجی. درس امروز هم برای شما گفته بودم که یک بار شما مرور کنین، حتما مرور کردین. این درس امروز ما شما موضوعش زوایای متممه داخلی یک طرف خط قاطع است که این در صفحات 165 166 کتاب درسی شما می باشد. اهدافی که ما شما در این درس داریم، سه هدف بسیار مختصر داریم. یک، زوایای متممه داخلی را شما باید بشناسین، یعنی در رسم و در هر جایی که شما ببینین تشخیص کرده بتانین بشناسین و شما بفهمین که مجموعی این زوایای متممه داخلی یک طرف خط قاطع همیشه مساوی به 180 درجه است. و سوم، وقتی که را بفهمین در هر جا که موضوع مسائل هندسی باشه، از شما چه کده بتانین؟ استفاده کده بتانین. برای از این که ما شما موضوع را بهتر سرش مناقشه کده باشیم، یک تصویر از کتاب شما ما برای شما نشان میتم، شما نظریات خود با ما چه بسازین؟ شریک بسازین. میبینید در اینمیش تصویری که شما در اینجا میبینین، شکلی که شما میبینین، عنوانش زوایای متممه داخلی یک طرف خط قاطع است، گفته که اگر ای بی موازی با سی دی، یعنی ببینین عزیزا این خط ای بی اگر موازی با سی دی باشه و خط مستقیم ای اف، خط مستقیم ای اف دو خط موازی را طوری که در شکل مشاهده می شود قطع کرده باشد، آیا می توانید بگویید که زاویه دو جمع سه چند درجه می شود؟ یعنی این زاویه دو جمع زاویه سه. شما می بینید عزیزا که دو و سه زوایای متممه داخلی یک طرف قاطع است، یعنی به طرف چی است؟ به طرف راست خط ایف قرار داره. و یا اگر این دو زاویه دیگه به طرف چی قرار داره؟ به طرف چپش. شما عزیزا گفتم می تونید که مجموعه چند درجه می شود؟ بسیار خوب، شما مطالعه کردین، یک مرتبه مرور کردین، حتما میفهمین که مساوی به چند درجه میشن؟ 180 درجه. خب آل عزیزا، به خاطر از اینکه شما موضوع رو عمیق‌تر درک کرده باشین، یک فعالیتی که در کتاب شما هست که حتما باید شما او را کار کنین، مگر ما با شما مشترکاً این فعالیت انجام میتم، این فعالیت ما روی چارت در روی تخته برای شما نصب کردیم. ما البته موضوعاتی که در این فعالیت شامل است با شما یک جا پیش میبریم و حل میکنیم. ببینین فعالیت، در این فعالیت گفته خط ای بی موازی با سی دی است. ببینین ای بی موازی با سی دی است و خط مستقیم ای اف، این همی خطی که با سرخ ترسیم شده، قاطع آنهاست، یعنی ای بی و سی دی را قطع کرده. یعنی ببینین در این نقطه و در این نقطه خط ای بی و سی دی را قطع کرده. گفتم اینجا ببینید 1 2 3 4 5 نقطه که برای شما مانده که یارش ما شما باید جواب بدید. اول گفتم 3 جمع زاویه 3 جمع 4 مساوی به چند درجه است؟ ببینید زاویه 3 جمع 4 مساوی به چند درجه است؟ ما برای شما چند درجه باشه عزیزا؟ بله 180 درجه است. نوشته میکنم که 3 جمع 4 مساوی به 180 درجه. دلیلش هم بگویم، قرار چی؟ قرار زوایای یک طرف خط قاطع، قرار زوایای یک طرف قاطع. بسیار خوب، یک چه جواب دادیم. شما عزیزا این درس های قبلی شماست که یک طرف خط قاطع، یعنی این طور که بیاییم یک طرف خط قاطع مجموع زوایای چند درجه میشه؟ 180 درجه. از طرف دیگر 4 مساوی به 6 است. ببینید 4 مساوی به 6،
قرار چی باید به هم مساوی باشه؟ قرار متبادله داخلی زاویه 4 به طرف چپ خط قاطی F و 6 به طرف راست خط قرار دارن و دو خط موازی است، پس من قرار چی مساوی هستن؟ قرار متبادله داخلی نوشته میکنم که قرار متبادله داخلی ایرام جواب دادیم. بسیار بسیط است عزیزا. سیومش، از دو تساوی بالا خانه خالی زیر را پر کنید. یعنی گفته از این تساوی و از این تساوی شما گفته که این خانه خالی را پر کنید. یعنی 3 جمع 6 مساوی به چند میشن؟ ببین عزیزا، وقتی که 3 جمع 4 مساوی به 180 درجه باشه، به عوض 4 مساوی به زاویه 6 است. یعنی به عوض زاویه 4 به عوض از اینی قیمت مساوی زاویه چند درجه است؟ 6 درجه. زاویه 6 است که به جای از این بگذاریم، یعنی به عوض 3 جمع 4 6 بگذاریم، پس چند میشن؟ 3 جمع 6. پس 3 جمع 6 مساوی به چند درجه میشه؟ 180 درجه. نوشته میکنیم که 180 درجه. ماده 4 مشخصه چون فعالیت تیر شما انجام بدین، گفته با کمک نقاله، با کمک نقاله زوایای 3 و 6 را، زاویه 3 و 6 را اندازه گرفته مجموعشان را به دست آورید. به خاطر اینکه شما حقانیت موضوع را درک کرده باشین، نقاله را بگیرین. نقاله را بگیرین، همی زاویه 3 و زاویه 6 اندازه کنین و جمعشان کنین که چند درجه میشن. داخلین سوال شما گفته 4 جمع 5 مساوی به چند میشه؟ وقتی که 3 جمع 6 ما شما نوشته که 180 درجه میشه، اینمی 3 جمع 6 زوایای متممه داخلی یک طرف خط قاطع است. زاویه 3 و 6 زوایای متممه داخلی یک طرف خط قاطع به طرف راست قاطع قرار دارن. ما شما ثبوت کردیم مساوی 180 درجه است. حالا گفته 4 جمع 5، 4 جمع 5 با 3 جمع 6 چه تفاوت داره عزیزا؟ 3 و 6 به طرف راست قرار دارد، 4 و 5 به طرف چپ قاطع قرار دارد، پس یا مساوی 180 درجه میشه. نوشته میکنم 4 جمع 5 هم مساوی میشه به 180 درجه. شما عزیزا این فعالیت دیدین که برای همیشه زوایای متممه داخلی یک طرف خط قاطع همیشه مجموعشان مساوی به چند درجه میباشه؟ 180 درجه. وقتی که شما را درک کردین، در هر موضوعی که مسئله هندسی باشه شما میتونید از چی کنین؟ استفاده کنین. خب عزیزا، فعالیت ما شما کار کردیم. حال یک مثالم با شما کار میکنم، مثال کتاب شما را. در این مثال خوب دقیق باشین. در شکل زیر، یعنی مقصدش این شکل است، اگر خطوط مستقیم AB و CD با هم موازی باشد، AB و CD با هم موازی باشد، در این به حساب در این شکل افقی داشتی خطوط به شکل مایل رسم کرده برای شما، اندازه زوایای 1 و 2 را دریابید. یعنی زاویه 1 و 2 را اندازش پیدا کنید که 1 و 2 چند درجه است. بسیار خوب، بسیار ساده است. از درس، از موضوع فعالیت شما من استفاده میکنم، زاویه 1 و 2 را اندازش پیدا میکنم. ببینید خوب به سادگی و به شکل بسیط برای شما نوشته میکنم که زاویه 1 جمع زاویه 75 جمع زاویه 75 درجه باید مساوی به چند درجه شود؟ ببینید 1 و 75 زوایای متممه داخلی یک طرف قاطع است. پیشتر ما شما این را گفتیم که مجموعشان چند درجه میشن؟ مجموعشان از 180 درجه میشن. نوشته میکنم که مساوی میشه به 180 درجه. حالا ببینید 75 درجه یعنی زاویه 2 75 درجه با هم چه ارتباط داره؟ زاویه 2 75 درجه شما میبینید که زوایای متبادله داخلی است، باید 2 مساوی به 75 باشه. نوشتم میکنم که زاویه 2 مساوی میشه به 75 درجه. قرار متبادله داخلی. خب با وضاحت معلوم میشه عزیزا که ای بی و سی دی با هم موازی است و ای اف اینا را قطع کرده، پس زاویه 275 به دو طرف خط قاطع ایجاد شده، یکی به طرف پایین دیگه به طرف بالا، پس اینا با هم مساوی باشن. خب آل گفته که شما زاویه 1 و 2 را در وسط شا پیدا کنید. آل اگر 1 جمع 75 مساوی به 180 درجه است که را پیدا کنم چه قسم نوشته میکنم؟ زاویه 1 جمع 75 درجه مساوی به 180 درجه. از اینجا چی میکنم؟
با دو طرف مساوات 75 منفی میکنم. میتونیم یعنی نوشته کنم که منفی 75 درجه و در اینجا نوشته کنم که البته در اینجا جای کوچکی میکنم. خیر از اینجا مسافه برشان میتونم نوشته میکنم که زاویه یک جمع 75 درجه منفی 75 درجه مساوی میشه به 180 درجه منفی 75 درجه. یعنی ما در ریاضیات شما بلد هستیم که دو طرف مساوات یک عدد کم و زیاد کردن میتونیم. در اینجا میبینیم این 75 درجه با این 75 درجه میشن صفر. از 180 درجه 75 درجه از 180 درجه منفی میکنیم میشن زاویه یک مساوی میشه. از دک 5 برن میشن 5. اینجا ماندن 7. از 7 که 7 برن چند میمونن؟ 0 و اینجا میان. پس زاویه 1 مساوی به چند درجه شد؟ 105 درجه. به این ترتیب. آن زاویه 2 رو ما شما پیدا کردیم در اینجا که زاویه 2 مساوی به چند است؟ مساوی به 75 درجه است. پس مقصد از این مثال همی بود که اندازه زاویه 1 دور شما چی کنین؟ دریافت کنین؟ کردو زاویه رو دریافت کنین. اندازه زاویه 2 75 درجه شد و زاویه یک ما شما چند درجه شد؟ 105 درجه. بسیار خوب. حال نتیجه عمومی را ما برای شما برایت شکل که نتیجه است که در کتاب شما تذکر داده و اینمی نتیجه را برای شما باید تشریح کنم. خب عزیزا، فعالیت برای شما انجام دادم، مثال برای شما انجام دادم، حال یک نتیجه کلی را برای شما ما باید چی کنم؟ تشریح کنم و برای شما بگویم که نتیجه کلی درس ما چی است. نتیجه، اگر دو خط مستقیم AB و CD، ببینید نیزا AB و CD موازی باشن و خط مستقیم EF این دو خط موازی را طوری که در شکل مشاهده می شود خط کرده باشد، دو زاویه داخلی یک طرف خط قاطع به نام زوایای متوامی داخلی یک طرف خط قاطع یاد می گردد که مجموعشان مساوی 180 درجه می شود. ببینید خط AB و CD موازی است، قاطع EF اینا را قطع کرده. پس ببینین دو و سه زوایای متوامی داخلی یک طرف خط قاطع طرف راست قاطع و یک و چار زوایای متوامی داخلی طرف چپ قاطع است که باید اینا چی باشن؟ مجموعشان 180 درجه شود. ببینین در اینجا دو جمع سه مساوی 180 درجه، دو جمع سه مساوی 180 درجه و زاویه یک جمع چار مساوی به هم 180 درجه. اگر یک خط قاطع با دو خط مستقیم دو زاویه متوامی داخلی یک طرف خط قاطع را بسازد، این دو خط با هم موازی است. یعنی هر دو یک مفهوم دارد. پس بنابراین اگر دو خط موازی باشه و یک قاطع قطع کنه، مجموع زوایای متوامی داخلی یک طرف قاطع 180 درجه است. و گفته که اگر یک خط قاطع با دو خط مستقیم دو زاویه متوامی داخلی یک طرف خط قاطع بسازن، این دو خط با هم چی میباشن؟ برای همیشه موازی هستند. با ارائه از این نتیجه با پایان درس میرسیم و برای شما یک مرتبه درس خلاص میگم. ما شما عنوان درس امروز ما شما بود که زاویه متوامی داخلی یک طرف خط قاطع. ما شما گفتیم که اگر دو خط موازی توسط یک قاطع قطع شود، زوایای متوامی داخلی یک طرف خط قاطع ایجاد میشن که مجموعشان مساوی به چند درجه است؟ مساوی به 180 درجه است. حالا به خاطری که موضوع رو بهتر درک کرده باشین، مثل همیشه برای شما یک کار خانگی رو محول میکنیم که با کتاب شما البته ای است. ببینید کار خانگی صفحه 166 کتاب درسی شماست. دو سوال برای شما طرح کرده، بسیار بسیط است. سوال اول، در شکل مقابل یعنی اینی شکل دو زاویه ABC و DEF یعنی اینی زاویه و اینی زاویه، ببینید DEF اینی زاویه این داریم که AB موازی و همجهت AD، یعنی ببینید AB و BC، BC و ED اینی با هم همجهت هستند. نشان دهید که ABC جمع DEF مساوی به 180 درجه میشه. این دو زاویه رو با هم جمع کنین که 180 درجه شود.
سوال دوم، کدام جور از خطوط مستقیم زیر با هم موازی هست؟ ببین اجزا بسیار ساده است. او زوایایی که با هم مساوی هستند، او خطوط با هم چی هستند؟ موازی هستند. او زوایایی که با هم مساوی نیستند، با هم چی نیستند؟ موازی نمی باشند. این شما غور کنین و این کار خانگی را حل کنین. عزیزا، اینمی مقدار درس ما شما بود. امید که شما فرا گرفته باشین درس. از توجهتان تشکر. ولی باید تذکر بتم که درس بعدی ما شما چارزولی هاست. چارزولی ها را عزیزا شما یک مرتبه قبل از درس مرورش کنین، ببینین که در او چه موضوعات نهفته است. و تا درس آینده که من چارزولی ها را خدمت شما پیشکش میکنم، همگی شما را بلای پاک مسپارم.